بیایید به خاطر از بین بردن مواد مخدر دست به دست هم بدهیم. یکی از مصیبت هایی که انسان ها به خاطر بربادی خیش به دست خودها آفریده اند، کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر است. این ماده زهرآلود که باعث تباهی بشریت گردیده و آنان را به هلاکت می رساند، زیانبارترین تولید است که پروسه تولید و پروسس آن زمانگیر است. ولی اثرات نامطلوب و نامیمون آن به نهایت سریع و روشن می باشد. مردم افغانستان که در طی سالهای اخیر عملا قربانی این ماده کشنده گردیده اند و وضاحت مشاهده نموده اند که اعتیاد یک پدیده شوم وارداتی از بیرون مرزها به ویژه ایران و پاکستان می باشد. شرایط ناگوار چند سال اخیر باعث گردید که تعداد زیادی از هموطنان ما به ایران و پاکستان مهاجر گردند و از کان این مهاجرین بیکار و ناتوان در ایران و پاکستان باعث گردید که تعداد کثیری از آنها به اعتیاد روی آورند و خودها را به دست خود به هلاکت بیندازند. استعمال سیگرت، چرس، تریاک، هیروئین، مورفین و کوکائین و غیره در میان مردم می‌رساند که تولید این ماده زهری با وسایل و مواد کیمیایی و دیگر نیاز دارد و افغانها به صورت قطع توانایی تولید آن را ندارد و تعداد هست کشورها به نحوی هزانجا در عرضه مواد مخدر نقش دارد. همان طوری که مافیای داخلی، منطقوی و جهانی به خاطر حصول مفاد دست به فعالیت و کار مواد مخدر می زنند و همان اندازه مخالفین اعتیاد در مبارزه علیه مواد مخدر برنامه ها و طرح‌های ارزشمندی را روی دست گرفتند و جهت جلوگیری از استعمال و اعتیاد بیشتر آن و مهار ساختن تولید و قاچاق مواد نشاور فعالیت‌های سازنده را انجام داده اند. در جنب مؤسسات، نهادها و ادارات دولتی، مبارزه علیه مواد مخدر افراد و اشخاص هم وجود دارند که به صورت مستقلانه اسرار مواد مخدر را برای مردم بازگو می‌دارند تا مردم از استعمال آن خودداری نمایند. الحاج دکتر محمد شیرزاد متولد سال 1332 خورشیدی در شهر چارکار ولایت پروان افغانستان از جمله آن افراد دلسوز و رسالتمند است که از سال 1384 تبلیغات مؤثر و خوبی را ضد کشت، تولید و استعمال مواد مخدر راه اندازی نموده و مردم را از عواقب خطرناک اعتیاد واقف گردانیده است. این اندیشه را زمان الحاج دکتر محمد شیرزاد مطرح نمود که تعداد کثیری از افغانها بعد از اعتیاد از کشور ایران و افغانستان بازگشتند و به صفت افراد عاطل، باطل و بیکاره بار دوش خانواده و جامعه خود گردیدند. الحاج دکتر محمد شیرزاد با تبلیغات شفاهی، تحریری و تصویری مردم را تشویق به ترک سیگرت نمود و سیگرت را عامل اساسی اعتیاد و گام عملی به سوی استعمال چرس، تریاق، هیروئین، مورفین، کوکائین و غیره خواند. تبلیغات تصویری تابلویی ضد اعتیاد الحاج دکتر محمد شیرزاد در گوشه و کنار ولایت پروان سراسر افغانستان محسوس است و می توان الحاج دکتر محمد شیرزاد را از جمله فعالان خوب فردی در مبارزه علیه مواد مخدر خواند. تشریح و توضیح اضرار مواد مخدر و عواقب بد آن در جامعه نیاز به درک و مطالعه دارد که بعد از فراگیری آن می توان به تبلیغات ضد اعتیاد در جامعه پرداخت که الحاج دکتر محمد شیرزاد در این راستا فعالیت‌های ارزشمندی را انجام داده و این فعالیت‌های تبلیغاتی و قابل تحسین می باشد. مردم ما شاهد موارد فراوانی اند که افغان‌های مهاجر در کشور ایران بعد از آن که در زیر بیرق و سایه نظام جمهوری اسلامی آن کشور به اعتیاد گرفتار می شوند، به صورت انفرادی و کتلوی از آن کشور خارج و افغانستان به اعزام می گردند تا دردسری باشند برای مردم و جامعه افغانی ما. حتی دیده شده که برخی از ادوای ایرانی که مصاب به اعتیاد مواد مخدرند و جبر و تهدید از کشور خودشان رانده شده و جبران به افغانستان اعزام شده اند تا ایران از مصیبت وجود افراد معتاد رهایی یافته باشد که روشن ساختن اذهان عامه در این خصوص ایجاب تبلیغات فراوان و مستند را می نماید که الحاج دکتر محمد شیرزاد به تشریح و توضیح آن از طریق صحبت‌ها و نشر و پخش تصاویر تابلوها پرداخته است. با این همه مصیبت‌هایی که مواد مخدر برای نسل بشر به ارمغان آورده، هنوز هم عده‌ای از افراد سودجو و منفعت طلب دست به تولید و قاچاق آن می‌زنند
و تعداد بیشمار دیگر با استعمال آن خودها را به دست خود به هلاکت می اندازند. ارقام و آمار منتشر شده می رساند که سالانه هزاران نفر از قاچاقچیان مواد مخدر کشته، زخمی و زندانی می شوند و شمار دیگر با مصاب شدن به مرض اعتیاد خود، خانواده، جامعه و حتی کشور خود را در معرض خطر جدی قرار می دهند. این داستان یکی از داستانهای پسر جوان افغان است. این بچه 20 ساله نامش فرید است. او در حال خواندن و نوشتن درسهای خود است. سنفیایش او را صدا دارند که به طرف مکتب بروند. فرید تشریح معلم را نوت می گیرد. فرید دست خود را برای اشتراک در صنف بالا می کند. این پدر فرید است و فرید توصیه می کند که درس به دردت نمی خورد. برو یک کار و کسب را یاد بگیر، فردا آینده داری. ولی پدر فرید نمی فهمد که آینده بچه خود را خودش خراب می کند. فرید: درست است پدر جان، هرچی شما بگوین. پدر فرید، فرید را فرستاد به ایران تا کسب را بیاموزد. فرید با پدر و مادر جان خود خداحافظی می کند. فرید به سوی ایران رفت. فرید در کشور ایران در جستجوی کار بود و در یک تعمیر کار پیدا کرد. این محل کار فرید است. وای با افغانهای دیگر در حال کار کردن است. فرید از کار کردن زیاد خسته شده. فرید با یک شخص ناشناس ایرانی روبرو می شود. و آن شخص بروی کمی تریاد می دهد و می گوید این را بکش و بعدا درست کار کرده می توانی. فرید را می‌بینیم که مبتلا به مواد مخدر شده است. فرید از او تریاک می‌خورد. اما آن شخص می گوید اول پیسه بعد تریاک. روز بعد فرید در حال کار کردن است و یک پلیس مخفی برای فرید می گوید که کارت شناسنامه کجاست. اما فرید می گوید من اینجا برای کار آمدم و کارت شناسنامه هم ندارم. پلیس مخفی فرید را دستگیر کرده و آن را به یک اتاق تاریک می اندازد. یک هفته بعد
بعد آن فرید تصمیم فرار را می گیرد. وای موفق می شود که از آن محل فرار کند. وای مخفیانه در یک موتر جا به جا می شود. می بینیم فرید در افغانستان در شهر پروان رسیده است. فرید می خواهد که پیسه پیدا کند تا مواد مخدر را بخرد. فرید موبایل پدر خود را دزدی می کند. فرید را پدرش از خانه کشیده است، چون او یک دزد و یک معتاد است. فرید سرحدش با خیرات خواستن کشید. میبینیم که فرید حالا ترک دنیا کرده است. این داستان که به پایان رسید یکی از واقعهای زندگی یک جوان افغان بود. پس ای مردم، با این همه عواقب بدی که مواد مخدر و تهیه و استعمال آن پدید آورده، چگونه می توان به صورت فعالانه بر ضد آن مبارزه کرد و مردم را در روشنایی اضرار استعمال این مواد قرار داد؟ خانواده در اجتماع نقش اولی را در تربیت سالم فرزندانشان دارند تا اطفال و نوجوانان و جوانان خود را با اخلاق حسنه و عادات خوب تربیت نمایند و زمینه های علاقمندی فرزندانشان را با سپورت، مطالعه و مصروفیت های سالم دیگر فراهم گردانند. بزرگان محل، مویسفیدان، اشخاص متنفس و بخصوص امامان مساجد، معلمین در مکاتب و مراکز تحصیلی جوانان را از اضرار کشنده و خطرناک مواد نشاور آگاه گردانند و با افراد اجتماع بفهمانند که از استعمال مواد مخدر جدا بپرهیزند و صحت و سلامت روحی خیش را به مخاطره نیندازند. مسئولین و منصوبین دولتی به خصوص ادارات مبارزه علیه مواد مخدر مبارزه جدی و بی‌امان را بر ضد این پدیده منفور راه اندازی نمایند و تمام اماکن و محلات تجمع معتادان و استعمال کنندگان مواد مخدر را تحت کنترل درآورند و افراد معتاد را اجازه استعمال در محلات عام ندهند. در خصوص مبارزه بر کشت مواد مخدر، تمام مردم محلات و نیروهای امنیتی وظیفه دارند تا دهاقین و زمینداران راه از زر مواد نشاور ممانعت نمایند. مبارزه بر ضد مواد مخدر وظیفه پلیس است که باید در این راستا بیش از پیش فعال گردند و از قاچاق و فروش آن در همه نقاط کشور جلوگیری نمایند. مسئولین صحت کشور در معالجه و تداوی معتادان گام‌های عملی و سازنده را بردارند و مبتلایان به مواد مخدر را از این مرض مدهش رهایی بخشند. تمام مسئولین دولتی زمینه‌های کاری و اشتغال را برای جوانان مساعد سازند و اجازه ندهند تا جوانان به اعتیاد روی آورند و ایجاد مصروفیت‌های سالم ورزشی و تفریحی می‌تواند یک عامل بازدارنده بر ضد اعتیاد باشد. در خاتمه، همه مردم اجتماع وظیفه دارند تا به خاطر نجات جامعه از بلای اعتیاد مبارزه فعال و بی‌امان را عملا آغاز کنند تا همه مردم از شر این دشمن زندگی رهایی یابند، زیرا اعتیاد و احتیاج عواملی اند که دست به دست هم می‌دهند. اکثر دزدی‌ها، رهزنی‌ها، قتل‌ها و سایر اعمال منافی اخلاق انسانی در جامعه از اعتیاد و احتیاج و بیکاری جوانان سرچشمه می‌گیرد و نبود یک وظیفه و درآمد خوب برای بقای زندگی افراد را گمراه گردانیده و آنان را به سوی اعتیاد و غیره اعمال نادرست می‌کشاند. بنابراین این وظیفه من است، وظیفه تو است و بالاخره وظیفه ما و همه ماست که انسان‌ها را از چنگال وحشتناک اعتیاد و استعمال مواد مخدر نجات بدهیم و سعی و تلاش نماییم تا جامعه عاری از فلاکت مواد مخدر داشته باشیم که چنین جای دولتی برای ما خوشبختی می‌آورد و ما باید روز شاهد خوشبختی همه مردم دنیا باشیم. حاصل عمر نثار رهیاره کردم، شادم از زندگی خیش که کاری کردم.